با درود بر شما هموطنان گرامی، یک فرد در نظر بگیرید تو شلوار خودش ریده، شلوارشو پرچم کرده، نشون میده آی ملت نگاه کنید من چه کار قشنگی کردم. ولی مسخره است نه؟ حالا در نظر بگیرید این فرد شهردار یه شهر باشه، حالا نه یکم بدید بالاتر استاندار باشه، برید بالاتر دولت یک کشوری همچی کثافت کاری بکنه، یعنی تو شلوارش برینه این شلوار رو پرچم کنه، داد بزنه ملت نگاه کنید من چه کار قشنگی کردم، و هر سال روی کار کثیف و زشتش تبلیغ کنه که بله من تو شلوارم چه کار کردم و الانم ببینید ملت. و حالا نه تنها این کار بکنه، تو رادیو تلویزیون هم تبلیغ کنه، بعدم معلم‌ها و مدیرا شروع کنن این کارو قشنگ جلوه بدن که مثلا دولت تو خودش ریده، چقدر قشنگ ریده، چه خوب ریده، چه با ارزش ریده. حالا این کاریه که دقیقاً انقلابیون بیشعور و ابله 57 13 آبان 58 کرد، رفتن سفارت آمریکا رو اشغال کردن، اصلا بر اساس قانون دولت موظف، دولت ایران، دولت هر کشوری موظف به پاسداری از سفارت کشور دیگه است، این قانونه تو سراسر دنیا. حالا میون بر سر گروگانگیری بعضی از اعمال هست تو سراسر دنیا مجرمانه است، حالا هر کاریش میخوای بکن، دزدی همه جای دنیا مجرمانه است، حالا شاید مثلا بی حجاب تو ایران مجرمانه باشه تو کشور دیگه نباشه، ولی بعضی از اعمال تمام دنیا مجرمانه است، یکیش دزدی، یکی گروگانگیری، یکی از زشت‌ترین کاری که میگه انسان میتونه بکنه گروگانگیریه. گروگانگیری یک عمل مجرمانه است، شما تو اینترنت سرچ کنین کلمه گروگانگیر، همشون یه مشت آدم مجرم و کثیفی هستن که گروگان میگیرن. حالا این دولت گروگان گرفته، یعنی یک دولتی یک کار مجرمانه انجام داده و روی کارش هم تبلیغ میکنه و اسم اون روز هم گذاشته روز دانش آموز، و به معلمین حل حزب الله اشغال بی سواد و ابله و مدیرا دستور میده، میگه اینو به عنوان یک کار خوب شیاف کنید به دانش آموزا و سالها روش تبلیغ کنید. واقعا این کاری بود که جمهوری اسلامی کرد. دانش آموز عزیز، اگه امسال معلم اومد گفت 13 آبان روز دانش آموز شروع کرد تبلیغ کردن، توف به نسو صورتش، چون مرد که تو شعور نداری چی داره میگی زنه که. و صحبتی دارم با این معلم ها و مدیره حل حزب الله حتی اشغال که اون موقع این 13 آبان به عنوان کار خوب به ما شیاف کردن. اگر نفهمیدید که این کار زشت و مجرمانه و غیرقانونیه، آدم افراد بسیار ابله بی سوادی هستید، و اگر فهمیدید و نمیاد معذرت خواهی کنید از ما، ده ها هزار معلم تو سراسر ایران بودید، صدها هزار بودید که این کار رو تبلیغ میکردید، این حرکت مجرمانه رو، حالا ده ها هزار بده، حالا شاید صدها هزار نبود ولی ده هزار تا بودید، یکیتون مرد نشدید بیاد معذرت خواهی کنید که آقا ما معذرت میخوام که این حرکت زشت و بانوانی حرکت خوب به شما شیاف کردیم. دانش آموز عزیز، گول این معلم پو علمای حل حزب الله نخور. وقتی یه چیزی میشنوی با عقل بسنج، ببین عقل و منطق چی میگه. درود میفرستیم به فرود فولادوند و یادی میکنم از زنده یاد رضا فاضلی، آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. پاینده باشید، پاینده ایران، بدرود.